دادگاه جمهوری اسلامی تو تبریز در 27 مرداد ماه شاهرخ زمانی، محمد جراحی، دو فعال کارگری و از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری رو به 11 سال و 5 سال زندان محکوم کرد. تو همین دادگاه دو تا فعال دانشجویی، نیما پوریعقوب به 6 سال و ساسان واهبی بش به 6 ماه زندان محکوم شدند. جمهوری اسلامی اونا رو به تشکیل گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم کرده و این احکام رو براشون صادر کرده. این محکومیت ها جنایتکارانه است، باید با کارزاری وسیع و جهانی تو ایران و تو سراسر جهان جواب بگیره. رژیم اسلامی تو همین روزا هم در جریان اعتراضات کارگران آهنگری تراکتورسازی تبریز در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده شون اقدام جنایتکارانه کرد، تعدادی از کارگران اعتصابی رو دستگیر کرد، اونا رو در سلولای انفرادی نگاه داشت، براشون برای اینکه تحقیرشون کنه موی سرشون رو کوتاه کرد، بعد هم حکم اخراجشون رو صادر کرد و آخرش هم زیر فشار اعتراضات کارگری مجبور شد با قرار وسیقه از زندان آزادشون کنه. فعالین معلم هم تو آستانه بازگشایی مدارس زیر فشار قرار گرفتن، به دادگاه احضار شدن، بعضن حکم تبعید و اخراج از کار گرفتن. رسول بوداغی از اعضای هیئت مدیره کانون سنپی معلمان با 6 سال حکم تو زندانه و اخیراً حکم اخراجش از کار رو صادر کردن. رژیم اسلامی با این وحشیگری ها و با صدور احکام سنگین زندان برای فعالین کارگری و فعالین اعضای مختلف اجتماعی تو ایران تلاش میکنه که جنبش اعتراضی کارگران و مبارزات مردم رو عقب بزنه. احکام سنگین زندان برای فعالین کارگری و همه این تهدیدات و فشارها روی فعالین کارگری دیگر فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی در صورتی انجام میشه که از قبل هم تعدادی از کارگرها از جمله رضا شهابی، ابراهیم مددی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد، بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری در زندان هم. و تو همین هفته هم کوروش بخشنده عضو کمیته هماهنگی در شهر زنندج به بازداشتگاه اطلاعات این شهر انتقال داده شده. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفتپه با 1 سال حکم زندان برای اجرای این حکم احضار شده. داوود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد رو به دادگاه احضار کردند و منصور اوسانلو رو پس از 4 سال زندان در حال که تو وضعیت جسمی بدی به سر میبره تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد کردند تا چماق زندان دستگیری رو سرش نگه دارن. حکم 11 سال زندان به شاهرخ زمانی تکان دهنده است. بدون لحظه درنگ باید با اعتراض وسیع ما جواب بگیره. با جمهوری اسلامی ببینه که اجازه نمیدیم که فعالین کارگری و انسانهای معترض رو زیر فشار و تهدید و مورد تحقیر و توهین قرار بده. سرکوب کنه و احکام سنگین براشون صادر کنه. ایستادن مقابل این تهاجمات و این گستاخی های حلقه کلیدی تو پیشروی اعتراضات ما و جلو اومدن کارگران و کل مردمه. باید جایگاه مسئله رو ببینیم و جواب در خود بون بدیم. این تهدیدات و فشارها همه تشکل های کارگری از سندیکای شرکت واحد گرفته تا نیشکر هفت‌تپه و کمیته پیگیری و کمیته هماهنگی و همه رو زیر ضرب گرفته. باید کل کارگران با اتحاد خودشون، با حمایت خودشون از این تشکل‌ها، از این دستاوردهای خودشون حراست کنند و رهبرانشون رو تو پناه اعتراضاتشون بگیرن. اجازه تحرک بیشتری به جمهوری اسلامی ندن. به ویژه تو این مبارزه عمل متحد همه این تشکل‌ها یه رکن مهم اعتراضات کارگریه. در تقابل با این تهاجم ما باید شاهد به راه افتادن تومارهای اعتراضی، جلب همبستگی جهانی کارگر سوی کارگران در سراسر ایران، شاهد اعلام اعتصابات اخطاری، فراخوان به تجمع و اعتراض و مبارزات همبستگی کارگران و دانشجویان و بخش‌های مختلف جامعه باشیم. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه طی بیانیه‌ای به صدور این احکام علیه کارگران اعتراض کردند. باید شاهد نامه‌های اعتراضی از طرف همه تشکل‌ها و همه بخش‌های جامعه در قبال این احکام باشیم. ما به عنوان کمپین، به عنوان برای آزادی کارگران زندانی Freedom Now، این امر رو تو دستور خودمون قرار دادیم و میکوشیم صدای این اعتراض در سراسر جهان باشیم. اعتراض جهانی به 11 سال زندان برای یک کارگر، اعتراض به حکم زندان برای فعالین کارگری، فعالین سیاسی،
به جرم تلاش برای متشکل شدنشون و مبارزاتشون و اعتراض به دربند نگاه داشتن فعالین کارگری و فعالین سیاسی و تهدید و فشار دائمی روی اونها رؤوس مهم کمپین ما برای آزادی کارگران زندانیه. من به عنوان یکی از سخنگویان این کمپین همگان رو به کارزاری قدرتمند جهانی و پیوستن به این حرکت مهم فرا می‌خوانم.